بیا هم خرخلاص قدرمن لیدونکو د سهار ژوند خبرونه دوام ته هیله منده ما چې د خبرونه څخه به متر دې د مخوان د خسوي او هم دغه شی به کول شي چې د درې نوي شریفي زم فم څخه زموږ د خبرونه اوریدونکو هم وو سي او هیر منی شي چې تاسو کول شي د ریانه تلویزیون څخه د شنبه او پنځ شنبه پورې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د سلیو لیدونکو اوسې چې په یو بجو 15 دقیقې د لوب نشریږي او تیر ورځې هم یو لوبه ول ان شاء الله چې په آینده لوب کې زمونږ ملي ټیم ګټون کشي او د خبرونه په دې برخه کې هم قدرمنه ململ ځان سره لرو خانم بهاره منصوری جوان فعال با ما در برنامه هستن و امروز در مورد یکی از موضوعات بسیار مهم بر ما شما معلومات خواهد دادن، ای که چطور بتوانیم با مردم خود کمک بکنیم، چقدر در حال حاضر نیاز از کمک کردن با مردم ما و از چه راههایی میتونیم با مردم خود کمک بکنیم با مردم خود خیر ما برسه، در مورد ازی بر ما معلومات خواهد دادن. بهاره جان خوش آمدن، صبحتان بخیر. سلام علیکم بسیر جان، صبح خودتان بخیر، صبح بینندگان عزیزم بخیر. سلام عرض ادب دارم خدمت هموطنان نهایت ارجمندم، هر جای هستین لباس عافیت برتان داشته باشین، انشالله که آغاز هفته را به خوبی خوشی آغاز کرده باشین و همچنان یک سلام خاص تقدیم مادر جانم، پدر جانم و مربیم که مرا حمایت میکنه. بسیار خوب، خوش آمدین بهاره جان و خوشحال هستیم که شما را در برنامه با خود داریم و امروز هم در رابطه با یکی از موضوعات بسیار مهم و جالب بر ما معلومات خود دادن که کمک با مردم است، مسئولیت با مردم است. یعنی یک چیز معلوم دارست که در زندگی ما نه تنها در مقابل خود بلکه در مقابل خانواده خود، در مقابل مردم خود، در مقابل جامعه خود مسئولیت داریم. در خصوص بر ما در مورد مسئولیت ما بگو که در قبال مردم ما چی مسئولیت داریم. خداوند جل جلاله وقتی که ما را خلق کرده، امی مخلوقات را که فرق یعنی خلق کرده، تمام انسان یعنی نسبت به هم نوع خود مسئولیت داره. ما هم قسم یعنی مسئولیت داریم در قبال یک دیگه، نه ای که عبادت میکنیم خداوند می پوشیم می خوریم می گردیم، در قبال زی ما مسئولیت هم داریم که باید تو را به وجه حسن انجام بدیم. خداوند جل جلاله می فرماید که و تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب. خداوند می فرماید ولا تعاونوا علی البر و تقوا، ولا تعاونوا میگه همدیگر را یاری و پشتیبانی کنید و تقوا در راه نیکی و پرهیزگاری، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان و همدیگر را میگه یاری نکنید یعنی پشتیبانی نکنید در راه ستمکاری و تجاوز. ان الله یعنی واتقوا الله، هر اینه با تقوا باشید یعنی واتقوا الله بترسید از الله که ان الله هر اینه الله شدید سخت شد عذاب عذاب دهنده است. و همچنان درباره از اینکه ما چی مسئولیت هایی داریم در قبال مردم، روی ازی چند نکته را به شما اشاره میکنم که اینجا از حضرت محمد مصطفی سرور کائنات، حضرت محمد مصطفی هم اینجا یکی از احادیث خدا بیان کرده که میگه کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی. گفته شده که میگه تمام انسان ها به مساوی چوپان هستن، مثلا مثل زی که چوپان مسئولیت حفاظت از رمه خود را داره و همین قسم هر شخص در تمام امورات زندگی خود یعنی لازمیت و ملزمیت ایره داره که یعنی مسئولیتی که خداوند برش داده رو به وجه حسن یعنی ادا کنه. مسئولیت ما در قبال مردمی است که از وسط توان ما یعنی هر قدر توان داریم برشان کمک کنیم و دست دلجویی و شفقت برشان درست کنیم. دقیقاً و بنابر احادیث و آیات هایی که شما یادآوری کردین، دین اسلام هم تاکید بر این کرده که باید با مردم خود کمک و یاری برسانیم. خب در مورد ازی بگوین که با کدام اشخاص باید بیشتر کمک بکنیم، کدام دسته مشخص هست که کمک ما باید برشان برسه یا در مجموع با کلگی باید کمک بکنیم؟ بله دقیقاً، برای اشخاص ما میتونیم کمک کنیم، یعنی همون فردی را که هیچ نمیشناسیم و نیاز به کمک داره، این امر الله متعال است که باید امرش کمک کنیم. کمک مشخصات خاص داره، مثلا کمک به اقارب، والدین، همسایه، خیش، قوم، مثلا دیگه بالکل در کل یعنی کسی را که گفتم نمیشناسیم امر ضروری است که باید تو را کمک کنیم. چی نیاز یعنی کسی را ما میتونیم کمک کنیم که دست نیاز به گرفتن دست داشته باشه، نیاز به انگیزه داشته باشه، نیاز به حمایت داشته باشه، بتونیم
تقدیمش کنیم. دقیقاً هر کسی که نیاز به کمک داشته باشه و از دست ما میشه که کمک برش بکنیم، مشکلش حل بسازیم، واقعاً مسئولیت ماست که همراهشان باید کمک بکنیم. خب در مورد چرایش بگوین که چرا ما باید مردم کمک کنیم؟ خب یعنی دلیلش چی است؟ خب دلیلش چی است که ما یعنی چرا مردم را کمک کنیم؟ از یک لحاظی که خداوند متعال امر کرده که باید مردم را کمک کنیم، چون مسئولیت ما هست که مردم را کمک کنیم. بله. و اینجا همچنان دین اسلام دین برابری و برادری و همچنان همدیگر پذیر برای ما مسلمانان حکم فرما شده که ما باید یعنی چرا کمک کنیم؟ به خاطر رضای الله کمک کنیم. یعنی خوشنودی پروردگار دی است که یعنی یک بندیش به نفع آسایش و آرامش بندی دیگرش هست. دقیقا. و همچنین اشخاص الله واقعا زیاد دوست داره. دقیقا. کسایی که مثلا به هم نو خود کمک میکنن، بله، دور راستا خداوند همچنان همراهش است و کمکش میکنه. دقیقاً خداوند جل جلاله فرموده که اگر شما یک دست بنده مره بگیرین، بله، دست بله، دیگه بله. تون در دست ما میباشه و حتما بر شما کمک میکنه. بله. و همه انسان هاست که وسیله قرار میگیرن، بله، هم نو خود به یک انسان دیگه تو کمک و یاری برشان برسانه. در مورد اقسام کمک شما گفتن که کمک با والدین است، کمک با خواهر برادر با دوست است. در مورد کمک با والدین بگوین که ما چگونه میتونیم با والدین خود کمک بکنیم؟ خب اینجا جالب ترین مشخصه اینجا هست که کمک به والدین ما. والدین یعنی در قبال فرزندان خود مسئولیت دارن و همچنان هم قسم فرزندان در مقابل والدین خود مسئولیت دارن. ما چه قسم یعنی میتونیم به والدین خود کمک کنیم؟ یک لبخند لطف خوشی که به والدین خود ما میکنیم در ذات خودش یک کمک است. مثلا وقتی که همراهشان به نیکویی رفتار میکنیم خودش در ذات یک کمک است. کمک فیزیکی نمیخواد، فقط لبخند میخواد، رفتار نیکو میخواد. دیگه اینجا یک موضوعی که بسیار جالب است، والدین ما به این ضرورت دارن که همیشه همراهشان باشیم، کمک مالی را هیچ وقت فراموش نکنیم که باید اونو از پیش ما هزارده نشن. همیشه یعنی چه قسم براتون بگم، رازدارشان باشیم. البته او را خود دقیقاً هیچ وقت آزردهشان نسازیم. حتی میگن والدین حتی اگر کافر هم باشن نباید نافرمانیشان کنیم، نباید نافرمانیشان کنیم و بلبخند تبسم نیک و مثلا رفتاری نیکو همراهشان برخورد کنیم. دقیقاً اگر چیزی دیگه از دست ما نبیایه، اما بله احترام، بله، ما لبخند ما، رفتار نیکوی ما کلان خودش ترین چیز است، بله، که ما بله. پدر و مادر و با والدین خود داده میتونیم. در مورد کمک و خدمت به اهل و عیال بر ما بگوین. به اهل و عیال یعنی اینجا روی از این نکته اشاره شده که فرزندان در مقابل یعنی در قبال پدر و مادر خود چی مسئولیت هایی دارن. اینجا اول این عرض میکنم که والدین در قبال اولادای خود یعنی این مسئولیت دارن که اونا را از آوان کودکی که تولد میشن تا وقتی که اونا جوان میشن و بزرگ میشن و چی طبقه اونا است که ازدواج میکنن یا چی پسر است که ازدواج میکنن، اینجا مسئولیتشان است که به وجه احسن خوراک، پوشاک، رفتن، گشتن همه شهدا میکنن. همه قسم فرزندم در قبال والدین خود اینجا مسئولیت داره، مسئولیت هایی داره که باید ادا کنن. مثلا احترامشان را بگذارن، همیشه به نیکویی امرشان رفتار کنن، یعنی هر چیزی که اونا میگن همون قسم طبق هدایتشان رفتار کنن، حتی آف هم در مقابلشان نکشن. دقیقاً همین است که یعنی برخورد ما با اهل و عیال ما را اینجا تنظیم میکنه. دقیقاً همه چیز دو طرفه میشه. اگر والدین هم متوجه مسئولیت های خود باشن و همچنان فرزندان متوجه مسئولیت های و متوجه اعتقادات که دین اسلام برشان تطبیق کرده، اگر اونا رو به صورت درست اینا تطبیق بکنن، دقیقاً که هیچ مشکل در جامعه در خانواده ها نمیباشه. و زمان که یک مشکل در خانواده حل میشه، یک چیز معلوم دار است که اون مشکل در جامعه هم نمیباشه، چون جامعه هم تشکیل از خانواده هاست. در آخر بر ما در مورد کمک به اقارب بگوین که زمانی که ما جوان میشیم و میفهمیم که میتونیم کمک کرده با والدین با دوستا، با اقارب ما چگونه کمک بتونیم؟ با اقارب ما هیچ وقت مغرور نباشیم. یکی که یعنی در هر مقامی که اقارب ما هست نگوییم که یعنی مثلا ده بلندترین رتبه است من نمیتونم برش کمک کنم، بالاخره او به کمک نیاز داره، باید نباید مغرورانه پیش بریم، همراهش کمک کنیم،
تا وسط توان خود همراهش چیزی که الله متعال یعنی بالای ما امر کرده هم مسئولیتی را که بر ما داده انجام بدیم دیگه خودش میفهمه دیگه همچنان اینجا چون حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنه کسی که یعنی سلی رحمی را در میان اقارب یامی بستگان خود مستحکم میکنه خداوند جل جلاله عمر طولانی نصیبش میکنه و همین عمر طولانی نصیب یعنی باعث از این میشه که او بیشتر عبادت الله منان بکنه و همچنان اینجا خداوند یعنی جای شکرگزاری است که خداوند جل جلاله ما را یعنی در مشتقات میان اقاربمان ما را انتخاب کرده که اونا را کمک کنیم و دست دلجویی و شفقت برشان دراز کنیم. دقیقاً باید زمان که میبینیم ما کمک میتونیم به یک کسی به کمک ما میرسه دریغ هم نکنیم و شکرگزاری الله را به جای بیاریم چون هر کس به گفته شما هر کس لایق از دیدن نمیشه که کمک بکنه و انشالله که خداوند به هم متوفق بده تا بتوانیم کمک و یاری برسانیم به والدین خود به دوستای خود به قارب خود و انشالله که همه ما شما اگر توان شداریم بتوانیم کمک کرده. خب بهار جان در اخیر پیام بتوانم داشته باشیم برای جوانای که تا حال عزم و ارادی از ایران ندارن که کمک بکنن یا هم بی‌توجه هستن در مقابل خانواده و دوستای خود. بله. پیام ما برای همنوانم، همسالانم، برای بقیه جوانایی هست که هیچ وقت خود از دست ندین. وقتی که خداوند داشته باشین پس غمی ندارین. برای مشکلاتتان بگوین. وقتی مشکلات سرتان میاد میگی مشکل بزرگی دارم. پس خداوند میگه به مشکلت بگو که من هم خدای بزرگی دارم. بدون شک. اینجا برای همنوانم این پیام دارم که هیچ وقت دست نکشن. هیچ تلاش بی پاداش نیست. هر زحمتی را که بکشین بالاخره هر بی خوابی یا هر قسم زحمتی که باشه یعنی در راهی که تلاش کنین هیچ وقت این مطمئن باشین سخت باورمند باشین خداوند گفته یعنی در راهی که بنده من میره و زحمت میکشه و کوشش میکنه من او را هیچ وقت ناامید نمیمانم یعنی دروازه برایش بسته نمیکنم و پیام می است که دست از درستان یعنی درس هایتان اما تو ادامه بدین ناقی وقتی که هیچ مسئولیت ندارین یک کتاب باز کنین مطالعه کنین حتما از او یک چیز برداشت میکنین که باعث از این میشه که برتان موثر تمام شود و از کسایی که غفلت یعنی غافل هستند که در مقابل فامیل خود در مقابل هم نوان خود چه قسم به مردم کمک کنن و امرای فامیل خود چه قسم رفتاری داشته باشن روی این نکته بسیار اساسی یعنی باید جدی برخورد کنند که اینجا نقطه اساسی را دین مبین اسلام ما والدین ما اونا کسایی هستند که ما را به می سطح می رسانند و تشکری خاص میکنم از والدینم از مادر جانم که همیشه مرا حمایت کرده و خداوند در حفظ خود داشته باشیش الله امین و یعنی از خداوند می خواهیم که بتانم همچین برنامه هایی را با شما یعنی روی کار داشته باشم و افتخار فامیل و جامعه یک یعنی یک خدمت بتونم تقدیم جامعه خود کنم انشالله همی هم کلانترین خدمت و کلانترین کمک است که با مردم خود شما میرسانین و همی فامیل است والدین است مادر و پدر هستن که حامی میشن بر ما قوت میتن و ما میتونیم در زندگی خود پیشرفت کرده انشالله که با پدر و مادر شما همه پدر و مادر عمر طولانی داشته باشن و بتونن که یک حامی خوب بر اولادای خود باشن و همچنان اولادا هم بتونن که مسئولیت خود به بسیار خوبی در قبال فامیل خود ادا بکنن. بهاره جان بسیار تشکر از اینکه تشریف آوردی و واقعا خوشحال شدیم که صحبت های خوبی را از خودت داشتیم انشالله که همه جوانای ما یک مفکوری خوب مثل خودت داشته باشن و بتوانند که مسئولیت های خود هم ادا کنن و بر پیشرفت جامعه هم کار بکنن. سلامت تشکر روستان خوش.